بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان. البته این برنامه همزمان از طریق مردم تیوی هم پخش میشه، از طریق رادیو ایران خصوصان تلویزیون هم پخش میشه، که در بارش توضیح خدمتون هست بگم. امید که این برنامه خدمتون تقدیم میکنم روز پنجم اسفند ماه 2574 شاهنشاهی هخامنشی است و برابر است با 24 فوریه 2016 میلادی. من مطابق معمول همیشه روز دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 به وقت واشنگتن در خدمت شما هستم. برنامه من از اینجا از هوستون واقع در تگزاس پخش میشه، مستقیما از طریق فیلم باکس میره به دفتر فنی تلویزیون ایتو. میره به طریق دفتر مرکزی ایتو در واشنگتن، از اونجا اثر اینترنت پخش میشه و آقای پارسا سربی در مردم تیوی میگیرن دوباره پخش میکنن، آقای ناصر توکلی هم در رادیو ایران میگیرن پخش میکنن. این روز روز جشن اسفندگانه. میدونید در مثلا روزهای ماه در تا قدیم ایران روزهای ماه هرکنون یه اسم داشته، نگذن فقط روز پنجم روزهای یه اسم داشته. مثلا فرض کنیم که امروز از بعد ماه معمولا 30 روزه، خب 30 تا اسم داشته دیگه، 12 تا از این اسمش اسم 12 تا ماه بوده. مثلا در ماه اسفند که مثلا فرض کنیم 29 روز یا 30 روزه، خب 30 تا اسم داشته، اونطور 12 تا از این اسمای ماهای سال بوده. پس همچه هر سالی حد در هر ماهی اتفاق نفتده که اسم ماه با اسم روز یکی میشده. مثلا امروز که پنجم اسفند ماه هست، اسم این روز هم بوده اسفند، و چون ماه هم اسفنده جشن بوده، جشن اسفندگان بوده که خب نزدیک است به جشن درختکاری که به هر حال همین روزا جشن درختکاری هم آغاز میشه. خب بریم یه مقداری به خبرها، رویدادها و رمز و راز اونها بپردازیم تا بیایم به بقیه مطالبمون برسیم. این خانمی که عکسش نشون میدادم نشون میدم الان، ایشون نشون بدن باید این ابزار رو بیارم جمعه اینجا. بله این اکسشون رو ملازم کنید و حالا من توضیح میدم. این خانم در کشور تایوان، حالا توضیح میدم تایوان چیه. ببینید یه کشور چین بود قبل از اینکه کمونیست بشه. در اونجا یک جنرالی رئیس جمهور بود یا رئیس ارتش بود یا قدرت رو دست داشت، کیان چای چک، یه همچه از میداشت کیان چای چک، بعد ایشون بود. بعد موت ستونگ اومد یا ایشوش قدرت گرفت، جنگ شد اون جنرال چیان چای چک شکست خورد و یا ایشوش عقب نشینی کرد و رفت بالاخره به یه جزیره که اون جزیره قبلا اسمش فرموز بود. بعد این رفت اونجا موند و اونجا چین ملی رو درست کرد، یعنی چین غیر کمونیست رو. پس اون زمان دو تا چین بود، یکی چین کمونیست بود که این چین امروزیه، یکی چین ملی بود که همون در جزیره فرمول بود. بعد چین ملی اسمش بود تایوان، یا تو باشد دو تا کشور بودیم، یکی تایلند، یک کشور آسیاییست که پادشاهی هم هست، یکی تایوان که جمهوریه و چین ملی اسم قدیمیشه. برحال یه خانم اونجا رئیس جمهور شدن. من از نوجوانی چون مسائل رویدادهای کمونیستی رو
دنبال میکردم و همیشه مخالف کمونیستا بودم، در نتیجه اون طرف مخالف مقابل رو همیشه یک سمپاتی داشتم، اینی که به تایوان و به اون جنراله و به این کشور علاقه. اتفاقا مردمان بسیار خوبی هم هستن، من پزشک عمومی که میرم بروش اهل اینجاست و از اینجا زیاد صحبت میکنم. دیگه این خبر نیست و یک اطلاع رسانیه. من اطلاع رسانی یک آقایی هست ببینید، بعضی میان تو تلویزیون تو رسانه ها میاد مثلا درباره موضوع صحبت میکنم، مثلا پزشکیست میاد درباره مثلا بیماری مثلا سرطان ریه صحبت میکنم، درست؟ یه وقت هست که اینها اطلاعاتشون رو صادقانه بدون شیله پیله در اختیار بیننده ها قرار میدن. یکی این که میگه به دفتر من زنگ بزن، به دفتر من زنگ بزن، یعنی زمین که میخواد برنامه داشته باشن، میخوان بیزنس هم داشته باشن. البته هر کدومش در نوع خودش خوبه، اما یک کسی بگه من فقط اومدم اطلاع رسانی کنم و ازش بیزنس کنم، اون وقت این دیگه خوب نیست. بهتر بگه من اومدم بیزنس کنم. حالا درباره کردیت کارت ها یک آقای اومدن توضیح میدن، من عکسشون و اسمشون رو به شما بگم، بعد برم بخشای نوشتهشون که علامت زدم براتون بخونم. ولی من خیلی جالب بود، من خیلی چیزا یاد گرفتم. من هر وقت یه چیزی میخونم برام جالبه، چیزی یاد میگیرم، میگم خوب چیزی که یاد گرفتم قسمت کنه به بیننده های تلویزیون. و البته ممکنه بیننده های تلویزیون میگم اما اینا رو میدونستیم. خب میدونستیم، یه مروری شده دیگه، یه تیکایی و یه زاویه دیگه مطرح شده. به هر حال آقا اسمشون هست آقای آریان اقبالی، آقای آریان اقبالی یه دفتر کردیت دارن، تعداد یه کارمند دارن، من بسیم یه عکسشون نشون میدم با کارمنده شد. بله شاید این عکس مناسب باشون، ایشون اینجا میبینی که ایشون بایستدن بسی که کارمند باشن، همه خانوم همه. بله برای اینا کارمند باشن. حالا من توضیح بدم، خب من نمیخوام که همه اینو بخونم، که اگه بخوام بخونم خیلی طول میشه، بذار فقط قسمت هایی که علامت دادم میخونم. ببینید درباره مصرف کردیت ازشون پرسیدن که شما مثلا چقدر مصرف کنید، کردیتو خوبه بهتره، کردیتون بهتر میشه. ایشون گفته که تا 30% از کردیتون استفاده کنید، در فرد 30% و زیر 30% خوبه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک کردیت کارت دارید، $1,000 کردیت دارید، اگه $950 خرج کنید از این کردیت کارت، این کار خوبی نیست، یعنی کردیتتون خوب پوان خوب نمیگیره. اما اگر از این $1,000 یه $300 مصرف کنی، کردیتتون خوب جلوه میکنه. برای یک تازه وارد و کسی که سابقه اعتباری طولانی ندارد، داشتن 2 یا 3 کارت اعتباری کافی است. مثلا یک ویزا کارت، یک مستر کارت، یک دیسکاور و یک امریکن اکسپرس. این بدان معناست که هر بار که شما درخواست کردیت کارت اعتباری می کنید، یا برای اجاره منزل یا درخواست وام اعتبار شما را چک می کنند، یک هارد اکواری در یا درخواست اطلاعات در سابقه شما ثبت می شود، و اگر تعداد آنها زیاد و در زمانی کم باشد، نشانه خوبی نبوده و باعث کاهش اعتبار شما می شود. توجه کردید؟ شما این مثلا فرض کنید که استور مثلا فرض کنید که فرام فروشگاه زنجیری، اون فروشنده بهتون میگه که میخواید براتون کردیت کارت این محسسه رو درخواست کنن، چون باید
بودی که مثلا طبعاً میدونی که این عملی نیست، مثلا یه احساس میدونی یه سابقه بری تو کردیتونه و این آسومی نمیدن، میگه خدا شد برای من تقاضا کن و این تقاضا میکنه، مثلا نشه کردیت شما رو چک میکنن، بابا تو میگن نه نمیدی، هر این کردیت که چک میکنن و میگن نه نمیدی، این ضرر شماست. شما میخوایی یه ماشین بخرید، میگه میگید بانک 20,000 دلار وام میگیرم، بانک میگه نه به ضرر شماست. پس سعی کنید که درخواستایی رو بکنید که مطمئن باشید که جوابش مثبته نه جوابش منفیه، و چون منفی باشه هیچ کردیتون چک میشه، دوباره چک میشه، دوباره چک میشه، این اثر خوبی نداره. بله اینجا باز همین آقا رو میبینید، بله این همین عکس قبلیه. اگر کلید شما ساخته یا بازسازی میشود، میتوانید با هر بار خرید مبلغ قابل توجهی تخفیف بگیرید. یعنی اگر از این کلید کارهای استورا داشته باشید، مثل هم دیپو یا والمارت، اگر اینا کریدیت کارت به شما بدن هر بار خرید کنید میتونید تخفیف بگیرید. میتوانید از کوپون ها و هدایای تبلیغاتی مجانی اون بهرمند شوید. نیاز به پرداخت سود یا بهره نگهداری حساب نخواهید داشت. داشتن کارت اعتباری فروشگاه ها باعث ساخته شدن یا بازسازی کردیت میشود، نه پایین آوردن کردیت. پس هر چقدر شما کردیت کارت های استورانی داشته باشید به نفعتونه. مثلا فرض کنید، مثال دارم، شما میخواید برید فرض کنید از والمارت خرید کنید، اگر کردیت کارت والمارت داشته باشید که فقط به اون کردیت کارت فقط میتونی از والمارت خرید کنید، این کمک میکنه به کردیت شما، تخفیف هم میگیرید. ولی شما میتونید از والمارت به ویزا کارت هم بخرید دیگه، ولی اون دیگه کمکی بهتون نمیکنه. سوال شده آیا افزایش درآمد شخصی امتیاز او را بالا میبرد؟ پاسخ خیر، امتیاز اعتباری به درآمد شخص بستگی ندارد. آیا افزایش مبلغ موجود در حساب بانکی امتیاز اعتباری را افزایش می‌دهد؟ خیر، مبلغ موجود در حساب بانکی هیچ ارتباطی به امتیازات اعتباری ندارد. چک کردن امتیاز توسط خود شخصی تأثیر روی امتیاز اعتباری نداره. نه، خودش آدم کردیت خودشو چک کنه هیچ ضرر و زیانی بهش نمیخواد توی کردیتش. پرداختای ماهیانه شما برای ماشین از نظر بانک جزء مخارج شما محسوب شده و از درآمد شما میکاهد و بانک برای اعطای وام بعدی به این موضوع توجه خواهد کرد که پس از کسر مخارج شما که شامل کلیه اقساط ماهانه شما میباشد، آیا هنوز درآمد شما کفاف پرداخت اقساط وام جدید را خواهد کرد یا نه؟ ببینید یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کنید که ماهی بگم، مثلا ماهی 5,000 دلار درآمد خالص دارید. خب از این 5,000 دلار 1,000 قسط وام خونتون میدید یا آپارتمانتون میدید، 1,000 قسط بانک میدید، چند تا قسط دارید که میدید. وقتی بانک میخواد به شما وام بده، اون قسط رو همه کم میکنه، بعد میگه این آقا درآمدش 2,200 دلاره، این 2,800 دلار بابت قسطایی که شما میدید از حقوقتون کم میکنه، روی اون 2,200 دلار حساب میکنه. پرداخت کامل کردیت کارت یا لاین آف کردیت و بستن آن معمولا به جای افزایش اعتماد آن را کاهش میدهد. یعنی شما کردیت کارت باز میکنه، کردیت باز میکنه، بعد پشیمون میشید، میخواید ببندیدش، و وقتی میخواید ببندیدش میبندید، کردیتون کم میکنه نه که زیاد میکنه. بله، بستن آن، بستن این کردیت کارت رو به حساب شما لطمه میزنه، بس شما یک کردیت کارت رو باز نکن. من اتفاقا برای من پیش اومد
یه شرکت کریدیت کارت به من زنگ زد گفت من فلان کریدیت رو میخوام بهت بدم، اینجوری مزایا داره این مزایا داره. من به یه بانکداری که ایرانیه آشناس صحبت کردم، گفت خوبه که بهت نبر. بعد میگفتش که اون کریدیت کارت میگفتش که سال $25,000 ازت میگیریم. بعد من گفتم که خب من ایوان اینو دادم من بعدا قطعش میکنم. گفت نه قطع کنه به ضررته. چرا من میخواستم قطع کنم؟ بلکه میگه سال $25,000 ازت میگیرم، من برای چی سال $25,000 بدم؟ و برحال به من ندادم و منم خوشحال شدم که ندادم. منم دروازه نکردم، خودتون گفتن، خودتون زنگ زدن گفتن باید میگیم. بعد میپرسن که امتناع از پرداخت بدهی، یعنی شما یک کریدیت کارتی داری روش مقدار بدهی داری یا وضعتون خراب شده نمیتونید بدی یا نمیخوای بدی. اینکه تا 7 سال روی کریدیت کارتون اثر میذاره، یعنی تا 7 سال شما میخواید یک کریدیت کارت بگیرید یا یک کار بکنید لطمه میزنه بهتون، حتی کریدیت هایی که دارید ممکنه کم بشه یا قطع بشه. اگرچه پرداخت بدهی ها به افزایش امتیاز اعتباری کمک شایانی میکند، اما معمولا ترمیم خسارت های داره که به امتیاز اعتباری به زمان طولانی نیاز دارد. یعنی اگر شما مثلا 5,000 دلار که کارت دارید 4,000 دلار خرج کردید و نمیدید یا نمیتونید بدید، بعد چند ماه نمیدید، بعد چند ماه وقتی بهتر میشه میدید بدهیتون رو، هنوز کردیتون خرابه. حسابی که به مدت طولانی بدون وجود هیچ کنه مبلغی در آن بدون استفاده برای منند از طرف بانک بسته خواهد شد. پس بنابراین شما مثلا من برای خودم این اتفاق افتاده نمیدونستم چه اینطوری شده. من یک کریدیت کارت یک بانک رو داشتم و که از اون بانک چک میگرفتم، میخواستم اون چکار رو نقد کنم، بانک میگفتش که شما یه پول نداشته و چی باید پول بدید، چه که دون میخواهیم نکنید باید یه پولی بدید. من یه پولی گذاشتم تو اون بانک، یه کارت گرفتم، ویزا کارت بود ولی هیچ وقت استفاده نکردم، دبیت کارت بود مثلا هیچ وقت استفاده نکردم. فقط وقتی میخواستم چکی که من دادش رو نقد کنم اینو میگذارم میزدم اونجا که بانک منو بشناسه. بعد از اینکه زدم دارم دیگه نشونه بده، یعنی قبلا دارم کارت رو من بانک چکم رو نقد میکرد، حالا کارت رو میزنم میگه نه به اصطلاح کارتشناسایی رو به جوابی نمره میخواد نگاه کنه. پس تعجب کردم که چه اینجوری شد. بعد در اون که من با اون کارت کار نکردم، چون کار نکردم بانک رو قطع کرده. اون داشتن کریدیت کارت های متعدد امتیاز اعتباری من رو کاهش میدهد. پاسخه فرقی نمی کنه شما 3 کارت اعتباری دارید یا 30 تا. مطلبی که اهمیت دارد این است که چه مبلغی از اعتبار آن را استفاده کردید. شامل پدر مادرهایی که از روی احساسات برای فرزندان بیمسئولیت خود کریدیت کارت میگیرند نیز شده و متاسفانه عواقب بعد آن گریبان والدین را خواهد گرفت. در مواردی که زن و شوهر با کارت مشترک از هم جدا میشوند و بعد از جدایی که از طرفین با کارت مربوطه هر خرابکاری را انجام میدهد بدون اینکه طرف مقابل خبردار شود و بعد زمانی طرف مقابل متوجه می شود که سابقه کریدیت وی به طور کامل خراب شده و پس از بی‌پاگیری متوجه می شود که این مشکل از طرف همسر سابقه وی وجود دارد. ببینید یه وقت هست شما اوتورایز یوزر، من باید بیشتر توضیح بدم،
ببینید یه وقت هست شما یک کریدیت کارت میدید به مثلا فرض کنید که به پسرتون، درست؟ و اون کریدیت کارت میمیسه که authorized user with payment responsibility، یعنی این میتونه از این استفاده کنه ولی پیمنتی هم باید بده. یعنی اگر پیمنتی نده هم شما مسئولید هم اون پسرتون. اما یه وقت میمیسید فقط authorized user، اترایز یوزر یعنی اون از اون کریدیت کارت استفاده میکنه و هر چقدر استفاده کنه شما باید بدید. بعضی شرکت ها برای کارمنداشون اترایز یوزر میگیرن، کارمندشون میره خرید برای شرکت، اون رو میگیرن میدن بهش که بره سر ما خوب میپردازن و اگه لیست میاد این خریدها شده، اون مسئول شرکت نگاه میکنه و این خریدها همه چیزی که خودش گفته بخر، پس من از این پولشی میده. اما اگر مثلا فرض کنیم که در مورد فامیل و اینا باشه یا اون شخص بخواد چیز استفاده کنه برای خرید کنه، هرچی خرید کنه اون شخصی که صاحب اصلی که کارت مجبور پولش رو بده. بله دیگه اینا چیزایی بود که از این استفاده از این آقای یه بار دیگه اسمشونو بگم، آریان اقبالی، آقای آریان اقبالی و دفتر کردیت دارن، تعدادی کارمند دارن و افراد باشون کار میکنن. آریان اقبالی. آقای شهبود نوری مدیر مجله تهران که من 15 سال هر هفته اون دو مقاله داشتم و الان یه مدرسی ندارم، در سرمقاله خودشون در صفحه اول نوشتن که چرا نمیخوایم به جای اثبات نظرمون نظرمون میخوایم ثابت کنیم، نمیریم ببینیم که نظرمون درسته غلطه، میخوایم ثابتش کنیم. چرا نمیخوایم به جای اثبات نظرمون در مورد کودتا و یا قیام ملی بودن 28 مرداد یا انقلاب و شورش و قیام و عزا بودن 22 بهمن به دلایل و ارزش‌هایی که منجر به پیدایش 28 مرداد یا 22 بهمن گردید و میان نتایجی که از این رویدادهای دروز عاید شد بفرمایید. ببینید مثلا این دو تا روز رو بخوایم بررسی کنیم. روز 28 مرداد ببینید، ما نمیخوایم، نمیدونم چجوری، نمیخوایم بررسی کنیم، نمیخوایم بریم واقعیت ها رو ببینیم. خواهر شاه خانم اشرف که اخیراً فوت کردن به شاه فشار می آوردن، البته آقای دکتر مصدق میگه که خانواده محمد داشتار نباید تو ایران باشن، اینا هم رفته بودن بیرون، اومدن دیگه افرادگاه، اومدن دیگه جوری اومدن تو، اسمشون بود که نباید بیان تو. فشار می آوردن به شاه که آقای محمد داشتار مصدق رو عزلش کن. با اون آقای کرمیت هم روزولت هم اومده بود فشار میورد میگفت آقای شاه مصدق رو ازش کن. انگلیس و امریکا همه به هم به شاه فشار میوردن که مصدق ازش کن ولی شاه ازش نمیکرد. قانونن شاه حق داشت که ازش کنه ولی سنت بینید، من براتون سنت قانون بهتون میگم، ببینید در امریکا هیچ قانونی نیست که رئیس جمهور دو دور بیشتر رئیس جمهور نباشه. بوده وقتایی که رئیس جمهور سه دور رئیس جمهور بوده ولی سنت اینه که رئیس جمهور میشه دو دوره نمیمونه، خودش میره. یعنی وقتی دوره سه دوره انتخابات میشه اون رئیس جمهور قبلی داوطلب نمیشه، مثل الان که آقای باراک اوباما داوطلب رئیس جمهوری نیستن، بعد از پایان دوره اولشون دوباره داوطلب شدن، دوباره مبارزه انتخاباتی کردن، دوباره انتخاب شدن. ولی برای دفعه سوم سنت اینه که رئیس جمهور امریکا بیش از دو بار دیگه دخالت نمی کنه، رقابت نمی کنه، وارد مبارزه نمی شه. در ایران هم یک قانونه که شاه در هر لحظه می تونه نخست وزیر و وزرا رو عزل کنه، ولی یه سنت هم هست. اون سنت اینه که یک وقت شاه در حضور با وجود مجلس نخست وزیر رو عزل نمی کنه. آقای محمد زنشو گفت من چون که مجلس هست من آقای مصدق عزل نمی کنم. تا آقای مصدق اومد مجلس رو منحل کرد،
وقتی مجلس منعقد کرد، خب شاه دید که دیگه حالا مسئله سنت نیست، مسئله قانون و سنت هر دو با همه و میتونه مصدق رو عزل کنه. و به آقای مصدق نامه نمیش فرضش کرد، عزل آقای مصدق کاملا قانونی بود. تکرار میکنم، عزل آقای مصدق از طرف شاه کاملا قانونی و بر اساس سنت بود، یعنی هم قانونی بود هم بر اساس سنت ها بود. آقای مصدق روی پاکت این حکم نوشتش که فرمان همایونی ساعت 1 یا 2 بامداد روز 25 مرداد به این جانب رسید، میشن امضا کرد دکتر محمد مصدق. ولی اون بعد که نوشت فرمان همایونی، یعنی قبول کرد که ازله، یعنی قبول کرد به اون فرمان همایونیه. فرمان همایونی گفت تو ازله دیگه، نوشت فرمان همایونی رسید. بعد هم میگونش دیگه امضا نکرد نخست وزیر، امضا که دکتر محمد مصدق. پس تصمیم گرفته بود که از روی بپذیره، تصمیم گرفته بود که از روی بپذیره، تصمیمش یه تصمیم قانونی بود که از خودش رو قبول کنه. اما شبانه اتفاقات افتاد که حالا من نمیخوام وارد بحثشم، طولانیه. صبحش آقای مصدق مطلبش عوض کرد، اومد گفتش که بودتایی در شرف وقوع بود در نطفه خفه شد. پس بنابراین کودتا از همون صبح 25 مرداد از طرف آقای مصدق شروع شد. آقای مصدق فرمانش قانونیش ها رو نپذیرفت. پس بنابراین کودتا که کودتا یعنی یه مقام پایین‌تر برای یه مقام بالاتر، یا خورده خورده انجام میده یا یه دفعه انجام میده. بعد در روز 28 مرداد مردم اومدن تو خیابونا و در اثر تظاهرات انبوه مردم مصدق مجبور به برکناری شد، یعنی دم خونه جنگ شد و فلان شد. ارتش قسمتی، ارتش قسمتی پلیس پیوستن با آقای فضل الله وادی که نخست وزیر قانونی بود و در نتیجه مصدق مجبور شد از خونهش فرار کنه و بره خونه همسایه‌ها و از اونجا اطلاع داد که من اینجا میاد منو بگیرید. من این گرفتن دو رمان روزی که آقای خمینی به قدرت رسید. خب ما با هیچ عقلی، با هیچ مقیاسی، با هیچ سابقه، با هیچ منطقی نمیتونیم بگیم کار خوبی کردیم که شاه رو برکنار کردیم آخونده رو بریم سر کار. این یک اشتباه بزرگ تاریخی بود. منطقه چرا؟ چون که آقای رضا خان یک کمی با قدرت حکومت اداره کرده بود. در ایران آن زمان دموکراسی کار نمی کرد. من نمیدونم حالا ایران این زمان دموکراسی کار میکنی یا نه. آقای رضا شاه الو شما بوشید. آقای سربی مدیر محترم مردم تیوی روی خطن. آقای سربی خوش آمدید به برنامه ما. ممنونم آقا، خسته نباشید. من سلام بکنم به شما و بینندگان شنوندگانتون. من میدونید هر هفته شنونده برنامه شما هستم و یاد میگیرم. شما لطف میکنید، شما تقریبا هر هفته از 28 مرداد و 25 مرداد صحبت میکنید. بله. ما همه میدونیم که آقای شعبان جعفری، بله، روح به شعبان بیمخ، ایشون در زندان بودن. بله. اون ایام. بله. بعدن یه دفعه آمدن بیرون، عکساشون رو میبینیم با جیپ ارتشی، با دوستان، با یاران. اگر شما فکر میکنید شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ این مردم بوده، خب هیچ اسمی هم ازش نیارید و شما بگید مردم آمدن انقلاب کردن، ما هم قبول میکنیم. ولی اگر میخوایی واقعا تاریخ رو بگید، مخصوصا امروز که میگید که یه نفر بیاد نگاهی داشته باشه ببینیم این کودتا بوده یا قیام بوده، چگونه است که شما هیچ اسمی از آقای شعبان جعفری و اطرافیان او و حالا دیگران شده که خیلی بدتر میشه نگیم شما نمیارید؟ چرا؟ چرا اینجوریه؟ آیا از دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن یه مقداری به اصطلاح شما حساب میبرید محافظه کاری میکنید یا چیه؟ خلاصه من برام
ندیم و اون جمله معروف هم اون لا اله میگن الا الله شو نمیگن این میشه. من گوش میدم از تلویزیون و یاد میگیرم. جناب سیدی من خواهش میکنم شما نرید، برای که شما که خودتون جواب حرف خودتون رو دارید، شما خودتون اولش گفتید که اون موقع در زندان بود. بله بله، اتفاقا کلید معما همینه که من گفتم شما برید ببینید چرا کسی که در زندان بوده یه دفعه عکساش تو خیابون با چوب و چماق و با جیپ ارتشی هست. یعنی شما تحقیق کنید، شما که محقق هستید، کتاب میخونید، شما با آقایون مثل ویژن خلیلی اینا تماس میگیرید، بگید یه دو تا سه تا کتاب مختلف از دیدگاه مختلف. بله ایشون در زندان بود، چرا یه دفعه از زندان آزادش کردن اومد بیرون؟ چرا ترچی لات و چاقوکش و ببخشید حتی فاحشه های شهر نو رو آوردن و با جیپ ارتش، ارتشی که در سیاست نباید دخالت کنه، چرا اینها اومده بودن به مردم؟ یعنی اینها تو خیابون بودن، ارتش که تو خیابون نباید باشه، ارتش کارش حفاظت از مرزهای مملکت باید باشه. اینا رو من میگم، شما یکم تحقیق کنید، خوشحال میشم من از شما یاد بگیرم. بسیار سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم، مرسی، خیلی ممنون، متشکرم. ببینید من چندین کتاب در این مورد خوندم، چندین کتاب هست، من حالا میرم صفحه اینا رو پیدا میکنم، دفعه دیگه میام چهارشنبه آینده میام بهتون نشون میدم. ببینید مسئله اینه که اول کسی که با این جریان، ببینید آقای دکتر مصدق حرف یعنی فرمان همایونی رو اول قبول کرد، بعد زیرش زد. اول قبول کرد به چه دلیل؟ فکر مثل سیتی میشه، دوباره مردم میان تو خیابونا تظاهرات میکنن به نفعش و شما مجبور میشه دوباره اونو ابقا کنه. بعدا اومد آقای دکتر فاطمی و سران رتوبه اومدن گفتن نه این دفعه اگر این کارو بکنین مردم نمیان دیگه دنبال شما بیان شورش کنن، خیام کنن، فلان کنن، و بهتر اصلا ندید بی فرمان بگیم بی خودیه. آقای مصدق هم این کاری کرد. بعد در اون فاصله آقای شاه از کشور رفتن بیرون، مجسمه های شاه رو زاشا رو آوردن پایین، یک پرچم های قرمز ایرانستان درست کردن، گوشش داس و چکش بود و حزب توده بسیار بسیار قدرت گرفت در فاصله 25 تا 28 در فاصله همون دو سه روز. آقای دکتر مصدق دچار وحشت شد، احساس کرد که مملکت داره میفته دست حزب توده. آقای دکتر مصدق درسته که میخواست در قدرت بمونه ولی نمیخواست قدرت رو به حزب توده بده، یعنی آقای مصدق کمونیست نبود یا طرفدار حزب توده نبود، آقای مصدق یه بورژوایی ملی بود، میخواست ملت باشه، نمیخواست مثلا. بعد که فهمید اومد پسر خواهر خودش سطیب دفتری و کرد فرمانده شهربانی های کل، این پسر تیمسار دفتری معروف بود به شاه دوستی، معروف بود به شاه پرستی، همه میدونستن، همه پولیس ها میدونستن که این فرمانده جدید طرفدار شاه. در حتی اولین کسانی که فریاد دادن زنده بچه ها پاسبان ها بودن. ببینید آقای پارسا سربی عزیز، اونایی که شما میگید فایش ها رو بردن، لاسا رو بردن، فلان کردن، این همه بود، اینا روز 25 مرداد بود. آقای کرمیت روزگیر به کمک برادران رشیدیان و یه گده ای اومدن یه سری لاسا رو بسیج کردن و رفتن جلو خونه مصدق تظاهرات که مثلا بتونن بمونن، ولی هیچ کاری نتونستن پیش ببرن. یعنی اون نقشه ای که با تظاهرات و با اینا باشه پیش نمیاد. آقای سربی عزیز من نوشته شو دارم براتون میارم، بازاری ها تلگراف دادن به آقای بروجردی، آقای بروجردی ما بریم به نفع شاه تظاهرات بکنیم، نه گفت بریم بکنیم، فتوه اومد، یعنی اینجوری نبود که لاتا و فلانی ها. اصلا آقای سپهر زادی رفت در نیستی اداره، یعنی جاده خدم شنیدن جلوی نیستی اونجا رفت گفت من نخست وزیرم، من فرمان دارم. آقای اردشیر زادی فرمان اکبرگاری کرد، همه که پخش کرد، ارتشی ها فهمیدن که آقا این به موجب حکم شاه این نخست وزیره، در نتیجه در بیستی رو باز کردن، آقای زادی اومد این تو. اصلا سقوط مصدق از اینجا شروع شد که آقای زادی رفت تو رادیوشون که به صحبت کردن. حالا من میگم من کتاب میارم، کتاب هایی که مثلا در این مورد چند تا کتاب دارم میگرم، این قسمت رو پیدا میکنم
این یارم براتون میگم اینطوری نبود که شبان بروخ سوار جیب پیش بده یک کاری بکنه. شبان بروخ یه بسه قبل از اون که بیستر شما ازاد باشه قبلا سوار یه جیب شد، اونم جیب ارتشی نبود، جیب معمولی بود. آقای مصدق تو خونهش بگی که تو کاخ نخوز و بیدیم تو خونهش نشسته بود و کشور رو میخواد از اینجا اداره کنه. آقای شبان بروخ با جیبش اومد کلید به در خونه آقای مصدق، در بسیار محکم بود، هیچ اتفاقی درش نیفتاد و گفتن آقای مصدق این شبان بروخ اجازه بود که بگیم این محاکمش کنیم، بگیم بر علیه رژیم قیام کرده، قیام بر علیه رژیم. آقای مصدق گفت اگه من تو کاخ نخوز و بیدی بودم این میامد این کار رو اینجا میکرد میشد بگیم قیام بر علیه رژیم، اما من تو خونه هم اومده به خونه من زده، خونه من رژیم نیست و من از به صلاح شکایت صرف نظر میکنم. اینجوری بود. حالا برای من میذارم با وقت بسیار کمی که دارم حتما اون هایی خوندم معمولا علامت گذاری هم کردم میارم، شاید بتونم یکی دو تا کتاب براتون بگم مسئله رو. بسیار متشکرم از کتاب برای من داشتم این گفتم که ما با هیچ معیار و هیچ مقیاسی با هیچ ترازوی نمیتونیم قبول کنیم که آخوندها رو بیاریم بر کشورمون حاکم کنیم و بعد بگیم که ما پیروز شدیم. این به خاطر این بود که یه سری مردم کینه شما رو داشتن، اینا به طور عقلانی با کارهای شما مخالف نبودن، اینا با هر کاری که شما میکرد مخالف بودن، یعنی کینه شخصی داشتن. ببینید آقای صحابی، من خودم روزنامه میکنم دیگه، در روزنامه من دبیرستان برستم روزنامه ها رو میخونم، روزنامه ها من جلوی تو بگیم همیشه نمیشتن که توی ده ارباب رفت زنها رو فلان کرد، ارباب رفت یارو رو انداخت تو تنور، ارباب پسرای ارباب رفتن دخترای رعیت رو فلان کردن، دختر رعیت اومد تو خونه ارباب کمک کنه، مثلا کلفتی کنه، حاملش کردن، من رفت فایش خونه شد و خراب شد فلان شد، همه پر از این چیزا. بعد وقتی که آقای محمدرضاشاه گفت زمین ها بین رعایا قسمت بشه، خب اربابا کنار رفتن دیگه، اربابا وجود نداره، باز این روزنامه برایش نوشتن. ببین یعنی چیزی، یعنی شما آب بدی به نفر میگن چرا آب بدی، آب ندی میگن چرا آب ندی، یعنی هر کاری بکنی از ایراد دارن. اونا از شخص آقای محمدرضاشاه ایراد داشتن، از کارهاش ایراد نداشتن. لذا اگر ارباب رعیتی وجود داشت هزار و میراد میگفتن، اگر ارباب رعیتی از بین رفت باید برفت، میگو من اینا نمیشتن آقا شما به اینا بذر ندادید، تراکتور ندادید، چاه عمیق ندادید، برایشون زمین دادیدشون. مگه همه دنیا وقتی یه افرادی صاحب زمینن دولت میره برایشون چاه میزنه، تراکتور میده، بذر میده، غلام میده؟ خب نباید خود این تراکتور کرد، من طرف نباید تراکتور که بخره که میتونه تراکتور کرایه کنه، یک تراکتور میگیره برو میگیره آقا زمین منو چخ بزن، بعض میگیره یه کاره میکنه. و آب دینی بود، زراعت اکثر در ایران دینی بود و منتظر باران بودن. ببینید مالک ها مثلا یه مالکی 50 آبادی داشت، این مثلا تو پاریس لندن اشتراتی زندگی میگه با خانوادش وقت محصول اینا میامد ایران، میامد خب این 50 دیگه داشت، خب 45 داشت محصول نداده بود، 5 داشت محصول داده بود، اون 5 دهی که محصول داده بود اون آقای ارباب رو کافی میکرد، چون ارباب که اون داده به رعیتو که رعیت ها میکاشنن، اگر محصول میامد سهم خودشون رو برمیداشتن، سهم ارباب ها میدونن، اگه محصول نمیامد ارباب ضرر نکرده بود، رعیت ضرر کرده بود که یک سال کار کرده بود چیزی گیرش نیامده بود. پس نمچه چرا اونجا میمون؟ به خاطر این میمون که ارباب پول میده به آخون، آخون میرفت گفت هر چقدر در این دنیا سختی بکشید برای تو خوب، اون دنیا برای تو خوب میشه. بدبخت رعیت با ناتوانی و بدبختی و گرسنگی و مریضی و اینا به قول معروف با چیزای مختلف و آشغالی خودشو سیر میکرد یه دونی تا بمونه سال دیگه دوباره زراعت کنه، دوباره ببینه چی میشه. وقتی که زمین ها
ملی شد، به مردم داده شد، بین اصلاحات ارضی شد به قول معروف، از هر مثلا 100 تا دی که مردم سوار زمین شدن، یک 5 تا 6 تا 10 تاش مردم ول کردن رفتن، صاحب زمین شدی. ولی ول میکنی میری توی ببینید آقای صاحبی ول کردن رفتن تو شهر، بلیت فروشی، بلیت وقت بایوانه بروختن، آدم سپروختن، شیشه ماشین پاک کردن، کارهای بی خوب، کارهای غیر تولیدی، ولی شکر زن و چه جوسی شد، ولی تو بیه بودن یه چیزشون رو نیمان. بعد چپی ها اومدن گفتن بله آقای شاه اینا رو بهشون تراکتور نداد، محصول نداد، آب نداد، اینا اومدن مثلا بلیت وقت بایوانه میفروشن، یا اومدن تو شهر عمله شدن. خود دلشون خواسته. من یادم که یه چوله کبابی این بعضی کارگرای ساختمانی خوب شده بود، و اولا کارگرای ساختمانی نون پنیر نون انگور میخوردن، بعد میرفتن چوله کبابی غذا میخوردن، چوله کباب میخوردن. یعنی خب این چوله کبابی که پر کارگر شده که من کارگر حق ندارم بیار غذا بخوره. ببینیم که این آقای برنی سندرز کی هست. این عکس آقای برنی سندرز حالی دیران یه توضیح از روی اینجا براتون بدم. در سال 2010 پشت تریبون رفت و به مدت 8 ساعت و نیم سخنرانی کرد. 8 ساعت و نیم سخنرانی کرد تا بلکه بتواند مانع ادامه پیدا کردن سیاست‌های مالیاتی جورج بوش شود. او معتقد بود که این سیاست‌ها به نفع ثروتمندان است و باعث افزایش شکاف طبقاتی در امریکا می شود. آقای سندرز در سال 2013 به ریاست کمیسیون امور کهنه سربازان سنا رسید و برای رسیدن به اجماع بر سر رفع مشکلات رفاهی و درمانی آنها در گوشه و کنار کشور تلاش های زیادی کرد. سندرز از مخالفان سرسخت جنگ عراق بود و معلوم شد که جنگ عراق هم غلط بوده دیگه. او به سیاست های اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی مانند بیمه درمانی همگانی و مرخصی با حقوق برای کسانی که تازه صاحب فرزند شدند علاقمند است و از مجانی شدن مؤسسات آموزش عالی حمایت میکنند. خلاصه ای از باورهای برنی سندرز. واقعاً برنی سندرز طرفدار سوشیال دموکراسیه. ببینید سوشیال دموکراسی اون چیزیست که در کشورهای اروپایی هست. سوشیال دموکراسی یعنی مالیات بیشتر، رفاه برای حد اقل، یعنی اونهایی که طبقات محرومن، اونهایی که کار ندارن یا کارشون حقوقشون کافی نیست یا بعد وقت کار دارن بعد وقت کار ندارن، دولت باید به اونا کمک کنه. در سوئد چون اگه کار نداشتی دولت همین اجاره خونه تو میداد، اگه کار میکردی و میگرفتی دولت میحساب میکرد میگم آه تو نصفشو تو رو به نصف من میدم و اگر بهتر میشه میگم حالا بگیم تو خودتو خودتو بگیم. ولی در امریکا ثروتمندان امریکایی آنچنان تبلیغ کردن که فکر میکنن که سوشیال دموکراسی یعنی کمونیستی. کمونیستی اون چیزی که در زمان استالین و لنین در بعدی ها در برژنت نمیدونم این همه بود در روسیه بود و در بسیار کشورها، یعنی دولت میگه این خونته، اینم لباسته، اینم کارته، تا دیگه این لباس نمیخوام میگه دیوانه شدی برو سیبری، اگه بگی این خونه رو نمیخوام بازم میگه دیوانه شدی برو سیبری. بچه‌ت هم باید بره تیم والیبال، بچه هم که میره تیم والیبال الان دو ماه باید بره اردو، من میخوام بچه هم درس بخونه، نمیخوام برم اردوی والیبال، دیوانه شدی برسی بری. یعنی به زور
ولی در سیدون رژینا بدون زور این سوشیالیسم هست، یعنی همه مردم در حد رفاه حد اقل باقی بمونن، هیچ کسیم جلوی ثروتمند شدن افراد رو نمیگیره. در سوئد خب افرادی هستن که صاحب مثلا ولگو نمیدونم کارخونه های صاحب و اسکایف و یا نمیدونم بسیار ثروت های بزرگ دارن، کارخونه های کاغذ کادوهایی که میاد امریکا مثلا میشه بیشترش، یعنی بیشترش کنن یه مقدار زیادش از سوئد میاد. سوئد در تمام سال کاغذ کادو چاپ میاد، چاپخونه است در تمام سال داره کاغذ کادو چاپ میکنه و این کاغذ کادوها رو با کشتی میارن در کریسمس و اینا در امریکا مصرف میکنن. خب اونا پول دارن منتها مالیات زیادی میدن، یعنی مالیات تصاعدی میره بالا. یعنی مثلا شما درآمدتون فرض کنیم که ماهی مثلا 2500 دلاره، ممکنه اصلا ازتون مالیات نگیرن. 5000 دلار میشه ممکنه 5% میگیرن. 7.5 میشه مثلا ممکنه که 15% بگیرن. مثلا درآمد ماهیانتون میشه بالای 20%، ممکنه که 30% از شما مالیات بگیرن. گاهی تو 70% مالیات میگیرن و خب 30% این میمونه برای بیاره مثلا سالی 1,000,000 در میاره. خب 1,700,000 دلار چه ازش میگیرن، 300,000 دلار برش میمونه. یعنی یعنی 10,000,000 در میاره، 7 تاش ازش میگیرن، 3 تاش برش میمونه. خب 3,000,000 برای نفر خیلی خوبه دیگه، کافیه. از این بزرگانی که در تکنولوژی جهان حضور دارن ببینیم که چجوریه. آن مارک زاکربرگ مؤسس و مدیر عامل فیسبوک 31 ساله، این هم اکش اعلام کرده که در یک روز بیش از 1,000,000 نفر در شبکه اجتماعی مورد بحث آنلاین بودند. مؤسس فیسبوک همچنین میلیون ها دلار از سرمایه شخصی خود را صرف امور آموزش میکند. به 100 میلیون دلار به نیویورک کمک مالی نمود که وظیفه تامین بودجه مالی مدارس دولتی نیوجرسی را به عهده دارد. در هفته های گذشته بود که همچنین برای تا نوشتیم آقای زاکربرگ اعلام کرد که 99% از سرمایه شخصیش را به امور خیرخواهانه اختصاص خواهد داد. چرا ما ایرانی ها این کار را نمی کنیم؟ چرا ما ایرانی ها به رسانه هایی که ازشون استفاده می کنیم کمک نمی کنیم؟ باور کنید که من به رسانه هایی که اونها رو استفاده می کنم، چه مثلا فرض کنم به هر شکلی بشه، وقتی رو زمان رو کمک می رسه کمک می کنم. حتی شاید باورتون نشه، من برای یه تلویزیونی یه چک فرستنم، چکی منو برگردون. میدونی برای چی؟ بکه من باورهام با باورهای اون رئیس تلویزیون هم خانی نداره، ولی من بهش خودم استفاده کنم، بهش خودم بگم خب من این تلویزیون نگاه میکنم دیگه، پس یه پولی بفرستم، ولی صاحب تلویزیون چک برای من برگردون. البته ممکن اصلا باور کنه که نمیخوام وارد جزئیاتم بشم که این چی بود و چرا این کار کرد، ولی مثلا تلویزیونی دفاع میکنه مثلا فرض کنیم که از ستارخان، من گفتم نه ستارخان اشتباهاتی هم داره، مثلا حالا اون چک من برگرد. ما چرا به تلویزیون ایتو میخواد این بره به ساتلایت، چون بسیاری بیننده های ساتلایتیش زیادن و تقاضا کردن که بیاد روی ساتلایت. خب احتیاج به کمک داره. آقای امیدوار گفته که هر کس 100 دلار بده منم 100 دلار میذارم روش، یعنی ایشون میره یه کار میکنه، از اون کارش پولی در میاره، اون پول میاره صرف این میکنه. خب مثل من، منم میرم یه کاری میکنم، یه پولی در میارم، بخشی از اون پول صرف کارهای رسانه ها میکنم. الانم
در یه رسانه جدیدی قرار همکاری کنم، رادیو مانی که در آلمانه، و اولین برنامه رو اونجا با اون رادیو به صورت ضبطه، به صورت زنده، اینجوری نیست تلفنم باز نیست که یه نفر با تلفن صحبت کنه. اولین برنامه رو ضبط کردیم که چون که آقای مانی اینجا بودن و برای با هم کار کردیم که من از طریق اسکایپ بتونم با ایشون صحبت کنم. مطلب حالا نمیده این جالب یا خندداره یا چجوریه. این عکسی که میبینیم این عکس شخصی بهش میگن الپاچو. الپاچو از ذات ال که معنی پیشوند دیگه، مثلا ال مثلا بشار الاسد مثلا. الو گوشی خدمتی، درود بر شما. آقای ناصر توکلی هستن، مدیر رادیو ایران و بوستان. این رادیو اگه بخواید گوش بدید باید برید www.k که علامت همه رادیو که بعد، چون ایشون رادیو ایران بوستان تگزاسه، پس rihd.co یعنی co یا .com com، و میتونید روی آیپد و روی تلویزیون های هوشمند روی همه ببینید، و رادیوشون هم 24 ساعت هست، بسیار هم مطالب خوبی دارن. جناب ناصر توکلی به برنامه ما خوش آمدید. خواهش میکنم، درود بر شما، درود بر آقای امیدوار. بله. از زحمت میکشه، واقعا من شرمنده هم که بگم از تو با آقای امیدوار صحبت میکردم، دوستان مثل این که نمیخوان هیچ کمکی کنن که این تلویزیون بره رو تعطیلات. من نمیدونم این تلویزیونی که واقعا برنامه سازانش همه برای ایران کار میکنن، نه برای درآمد و معروفیت و این مسائل. این تلویزیون برای رهایی مردم از دست هم خودت میدونی چی بگم بقیه شد بیمون تصافتی که هست کار میکنن، و مردم تیوی هم یک تلویزیونی هست که واقعا دوست داشتنی و مردم بایستی مردم تیوی رو هم گوش کنن. آقای سوزی دوست ما هم واقعا خیلی زحمت میکشه و این مسائل کرد. اینه که به آقای امیدوار خواهش میکنیم زنگ بزنید، هر کاری از دستتون ساخت همونطوری که شما فرمودید جناب مینوی، ایشون کار میکنه، از درآمد کاریش داره این تلویزیون اداره میکنه. با این وجود گفته اگر به رو ستلایت نصف مخارج ستلایت رو من از محل کارکرد خودم میذارم، نصف دیگش رو شما میهن دوستان کمک کنید. اینه که من تلفن ها رو اعلام میکنم، همین الان خواهش میکنم زنگ بزنید به آقای مینویی و هر چیزی میخواد تلفن آقای مینویی رو یادداشت کنید، قلم و کاغذ و مداد و دوات و اینا تهیه بفرمایید، یادداشت بفرمایید تلفن آقای مینویی رو و آقای امیدوار و آقای سوربی و همه تلفن ها رو من به طور شمرده میگم. و این مسئله دکتر مصدق هم که فرمودید، این در روز 25 جمرداد سال 32 شاهنشاه آریامهر یک فرمان صادر کردند به موجب ماده 46 قانون اساسی که 9 تا کلمت این ماده میگه، عزل و نصب وزرا با شخص همایون پادشاه است. به موجب این قانون، چون کشور توده‌ای ها و ضد میهنی ها داشتن فرا میگرفتن، دکتر مصدق هم تقصیری نداشت، ولی به صورتی شده بود در اون موقع. و زاهدی هم که فرمان نخست وزیری صادر شده بود اون موقع، یک کسایی بودن که در دستگاه که اونا مخالف شدند و زاهدی رو میخواستن دست و اذیت کنند و این چیزا، که اون آقای شعبان جعفری که اون موقع در زندان بود و وقتی که زاهدی نخست وزیر شد و
فقط دیگه دید که میتونه کاری بکنه، رفت تو رادیو و دستور داد که یک عده از این زندانیان آزاد کنن که روز 28 مرداد ساعت 2 بعد از ظهر آقای شعبان جعفری یا آقای شعبان بیمخ یا هرچی میخواد بگیر از زندان آزاد شد. این هم از اون حالا هرچی عکس گرفتن ماشین بوده نبوده و اینا، اینا یه چیزهای تاریخیه، نمیشه عوضش بکنید. من تلفونا رو جناب امینی بله بسیار اعلام میکنم، نمیخوام زیاد در این باره ها صحبت کنم. تلفن آقای مینوی دوستان هست 281 اریا کد، شماره تلفن 835-3063 اریا کد 281، شماره تلفن 835-3063. تلفن جناب امیدوار هست اریا کد 703-655-52-68 703-655-52-68 تلفن جناب سرویس مردم تیوی هست 703-957-61-50 703-957-61-50 این مجله بیداری یا نشریه بیداری که واقعا یک چیز به درد خوریه و شما فوری هم نباید پول بدید، اگر خواستید کمکی برای چاپ این نشریه بکنید اون یه چیز دیگه است، ولی شما با یک تلفنی که بزنید به آقای سیاوش لشکری این نشریه رو برای شما میفرستن. یادداشت کنید تلفن آقای سیاوش لشکری هست 858 اریا کد، شماره تلفن 320-2013 اریا کد 858، شماره تلفن 320-2013. تلفن رادیوی ما هست 713-485-4300 713-485-4300 هر گونه پرسشی چیزی دارید از من در خدمتتون هست. بسیار متشکرم، تلفن ها رو شمرده و خوب با مهارت خاص خودتون فرمودید، سپاسگزارم از شما. باشه سپاسگزارم بهتون. بله این آقای الپاچو این ال همون مثل اله مثل دینینه در انگلیسی، در به اصطلاح انگلیسی مثل لو میمونه، در فرانسه مثل ال میمونه، در عربی پاچو، پس بگیم پاچو. پاچو معنی چاقه، چون یه ورقت کوتاه و چاقه بهش میگن ال پاچو، یعنی این چاق مرکی چاقه که یا مثلا کوپوله مثلا اینجوری هست. بعد این وقتی عکسی انداختن، عکسی که مشاهده کردید یه پیرانایی تنشه که این پیرانا ساخته یک کارگاهی به نام مال دو تا برادر ایرانی تو داونتاونه. این دو تا برادر وقتی همطور اخبار میگم کردن یه دونه پیرانی که ساخته اوناست تن اینه، تن این این همون گانگستر مکسیکیس که از تونل زیر زمینی طولانی فرار کرد، بعد اون آقای شامپن رفت باش مصاحبه کرد، از طریق تلفن دستی شامپن تعقیبش کردن و به حال اینو تونستن بگیرن، دوباره بگیرن بیچاره رو. البته بیچاره که آدم کشه، اصلا بگن سر و دست میشکن به آبیزو میکرده، کله یا رو آبیزو میکرده که برای اینکه برای که بقیه بترسن. به هر حال این دوتا برادر میرن و میگن که این پیرانا، حالا من اینجاشو بخونم، تولید خود برتن الپاچو به این فکر افتادن که از فضای رسانه‌ای ایجاد شده حد اکثر استفاده رو ببرن. این فروشگاه که باراباس نام دارد و متعلق به دو برادر ایرانی امریکایی به نام های سم و شان استقبال است، اینو الان که همه فهمیدن که پیرانی که این تنشه از اون فروشگاه خرید شد. سفارش های حیرت انگیز تلفن پشت تلفن که ما پیران میخوام برای اینا گیره نوایی رسیدن.
اجازه کتاب آخرین شاهنشاه رو یه تیکایش براتون بخونم. یک قرار داشت بودم مثلا یک از قرآن یک آیه رو میخواستم کامل بخونم، آیه کهف، و نشد دیگه. آیه کهف اون آیه است که بخشش سرگذشت اون افرادی که در غار کهف بودن، بخشش هم یه چیزی که اصلا به هم ربطی نداره دیگه. آخر مارس به محمد رضا شاه ابلاغ شد که حق خروج از ویلای خود را ندارد. از همه سو به وی اطلاع داده می شد که انقریب توقیف اخراج الو حتما خواهش میکنم. جناب فارسی صوبی مدیر تلویزیون مردم تیوی در خدمتون هستیم. آقای صوبی من ممنونم از شما، سلام میکنم به آقای توکلی و به قول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب. من وقتی مصاحبه میکنم با دوستان بعض وقتا بیننده ها میگن ما تعجب میکنیم که این دوستان چگونه با پای خودشون میان جلو و میافتن تو دامی که شما انداختیم. میگم والا من هیچ دامی ننداختم، من صحبت میکنم اینها خوب میان. ببینید آقای توکلی میگه که شعبون بیمخ یا هر اسمی که اینا ببینید آقای صحبه این برنامه منه به شما داریم حرف میزنیم. از شما سوال کردم برای که شما رو آدم منصفی میدونم و به شما به این صورت گفتم شما لطف کنید اینو تحقیق کنید به من بگید چون من از شما یاد میگم. من اطاعت کردم، گفتم چشم حتما این کارو چون صاحب برنامه شما میدونه هر کسی زنگ زنه ایشون جواب میده که من یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم. برو اگه اینجوری باشه من دیگه تماس نمیگیرم. شاید دلیلی هم که مردم الان تماس نمیگیرن برنامه شما همین باشه که ایشون آمده ببخشید مثل ولی فقیه عمل میکنه، انگار که من و شما صفیه هستیم ایشون میخواد اونجا حکومت کنه. ببین ایشون میگه شعبون بیمخ یا هرچی که اینا میخوان بگن. آقای توکلی برید کتاب خانم سرشار رو بخونید، آقای شعبون بیمخ از شعبون بیمخ بودن خودش افتخار میکنه. بنده ایشون رو توی کالیفرنیا دیدم، حتی بهش دست ندادم به خاطر که آدم کثیفی بود و شعبون بیمخ تعریف میکنه چون خنگ بوده در مدرسه درس نمیخونده کلاس دوم معروف میشه به شعبون بیمخ. بعد آقای توکلی شما که میای میگی قانون به این واضحی در نه کلمه سفارش کرده و ما تو اون مملکت گل و بلبل و قانون من بودیم، میشتوت کنید به من بگید اجازه آزادی زندانیان شرور مثل آقای شعبان جعفری رو چه کسی، چه مجلسی، چه دادگاهی اجازه داده بود که اونها آزاد کردن؟ من آقای مینوی فردا برای شما عکسای میفرستم آقای شعبان بیمخ در خیابون افراد جبهه ملی رو نشونده کنار خیابون سراشونه میتراشه با ماشین. شما این عکس‌ها رو دیدید؟ اگه دیدید وظیفه دارید به مردم بگید. نه من ندیدم، بپرسید من نشون میدم. براتون میفرستم اون وقت ببینید چرا مردم دادشون بالا میاد از این بیدادی‌ها، چرا مردم دادشون بالا آمد از دست این آقای توکلی و دیگران که یه چیزی رو گرفتن ول نمی‌کنن، نمی‌خوام بابا یاد بگیرن. آقا ما همه شاه‌پرست بودیم، ما کلاس اول که رفتیم با عکس شاه، اول فیلم که رفتیم با عکس شاه. شاه اشتباه کرد، همونجوری شما میگید مصدق اشتباه کرد، اشتباهات اینها ما رو به اینجا رسونده. حالا آقای توکلی باز نمیخواد قبول کنه که اشتباه شده، در صورت بنده آقای شعبان بیمخ رو به این نام چیز نکردن، اسمش بوده هست. برید کتاب خانم هما سرشار رو بخونید و ببینید که چجوری هست. در اصل من از شما ممنونم و شما درست گفتید این برنامه شماست. الان من به بینندگان بگید از شما اجازه گرفتم میتونم دوباره زنگ بزنم؟ خواهیم ما گفتید بفرما. بله آقای طبق نه من منظورم آقای سرور منظورم بود که وقتی شما تشویق رو برنامه لطف میکنید خیلی ممنون خانمتون به قول معروف برای چشم ما. و
ولی من شما با هم صحبت کنیم تو این برنامه هم مرجوع به من شما ایشون میاد جواب منو میده. آقا من با شما صحبت میکنم، شما آدم معلم اون کلاس هستید، چرا ایشون میخواد ببخشید ایشون میخواد همون شهر اون جعفر بیمخ برنامه شما باشه؟ و این درست نیست. من زنگ زدم بگم آقا من به شما گفتم که شما لطف کنید، چون هر وقت صحبت میکنید از یه مهره اصلی کودتا یا انقلاب یا قیام 28 مرداد صحبت نمی کنید و اون مهره اصلی شعبان جعفری، چرا شما صحبت نمی کنید؟ آخه از من شعبان جعفری مهره آره میخونم میام میگم از اونجا فوری پریده بیرون، خیلی لطف میکنه احترامم میذاره، بعد میگه که شعبان جعفری یا هر چیز شعبان بیمخ یا هر چیزی که اینا میخوان بگن. آقا من نمیگم شعبان بیمخ بوده، بیسواد بوده، نادان بوده، بعد آدم ها رو زده، آدم ها رو با چاقو، خودش گفته من تا 6 تا توده ای رو نکشم راحت نمیشم. آخه یه قانونی اگه توی مملکت بود یکی میگرفتش به اون میگفت به تو چه، اگه حزب توده رو دولت بهش اجازه داده بوده تو چی کار ازی؟ من فقط این سوال از آقای توکلی که خیلی قانون من هستن میکنم، ایشون به من بگه چه کسی اجازه قانونی آزادی این زندانی ها رو صادر کرد؟ اگه من و شما میتونیم زندانی رو که قرار 10 سال زندان باشه 5 سال زندان باشه آزاد کنیم، باقی یک کسی رو کشته بوده، یک کسی رو چاقو زده بوده. واقعا از آقای توکلی گله دارم و امیدوارم دیگه دوباره زنگ نزنم به شما. چیز کنم شما یه چیزی رو قبول کردید گفتید من میام تعقیب میکنم، منم ممنونم، هفته دیگه گوش میدم. مرسی، بسیار سفت گذارم، مرسی، خیلی متشکرم، خدا بگم. مرسی انزم خدمتون که بدون جناب صوفی من اینو گفتم، شما میگید تکرار میشه، باید مجبور هم تکرار کنید. مصر یک کشور دیکتاتوری پادشاهی بود، آقای ملک فاروق پادشاه بود، اومدن آقای محمد، جنرال محمد نجیب اومد کودتا کرد، آقای فاروق رو برکنار کرد، خودش رئیس جمهور شد بدون رأی مردم. بعد اومد آقای به اصطلاح عبدالناصر اومد، آقای اون سرهنگ عبدالناصر اومد اون جنرال رو زد کنار، خودش رئیس جمهور شد بدون رأی مردم. بعد سرهنگ عبدالناصر مرد، آقای انور سادات اومد به جاش نشست بدون رأی مردم. انور سادات کشته شد، بعد به جاش اومد آقای حسین مبارک قرار گرفت بدون رأی مردم. بعد مردم انقلاب کردن، آزادی شد، رأی دادن مردم، رأی دادن به اخوان المسلمین و محمد مرسی رأی دادن. بعد مردم نیستیدن این چیزی که میخواستن یه چیز دیگه در اومد، رأی اکثریته، رأی اکثریت این شد، ولذا مردم اعتراض کردن، تجمع کردن، اون اخوان المسلمین به مردم حمله کردن، بهشون تعرض کردن، بدرفتاری کردن، ارتش اومد وسط دوباره حکومت رو به دست گرفت. یعنی ببینید آقای سعودی، یعنی ملت مصر که این همه ملت کهنسالیه هنوز آمادگی دموکراسی نیست. وقتی به دموکراسی میشه میان یه دونه اسلامی رو میارن سر کار. من براتون چندین بار گفتم، تکرار میکنم، در زمان مصدق، در زمان دکتر مصدق در یک دوره انتخابات کاملا آزاد شد در شهر قزوین، دیگه این که دنبال این میدونی از عرض و بخیر بریم پیدا کنیم دیگه، در شهر قزوین مردم اومدن دو تا نماینده باید انتخاب کردن، دو تا آخوند انتخاب کردن، یکی آقای حاجی جوادی، یکی آقای صفایی، یکی سید بود، یکی سید نبود. پس بنابراین ما استعداد دموکراسی را نداشتیم اون زمان، برای که اگه استعداد دموکراسی داشتیم میرفتیم دو تا حقوقدان، دو تا استاد دانشگاه، دو تا نمیدونم تحصیل کرده رو یه اولی وکیل میکردیم، نمیرفتیم دو تا آخوند بیاریم. وقتی در کشور احساسات اسلامی یا مذهبی زیاد باشه اون کشور هنوز به دموکراسی مرحله دموکراسی نرسیده. این که بیداری و من و دیگران و فلان کوشش میکنیم که در واقع از اسلام دوری کنیم، اسلام رو بذاریم کنار، به خاطر این که هر کشوری که اسلامی باشه یا مذهبی باشه دموکراسی کار نمیکنه. ببینید هند و پاکستان با هم یکی بودن، جدا شدن، یکی شد هند، یکی پاکستان. در هند دموکراسی برقرار شد، در پاکستان نشده. در پاکستان نشده به علتی که پاکستان مذهبیه، یک دونه آخوند، یک دونه رهبر مذهبی میگه آقا به این فلان کس رأی ندید همه رأی نمیدن، میگه رأی بدید همه رأی میدن. پس بنابراین اول باید زمینه های دموکراسی باشه. آقای محمدرضاشاه تفلک معصوم بیچاره از وقتی که اومد رئیس پادشاه
شاه شد تا 7 سال اصلا به هیچ کاری کار نداشت. بعد این 7 سال در سال 1327 توی دانشگاه به تحریک از به توده آقای ناصر فخرایی به قصد جانش شلیک کرد که بکشتش. منطقه چون تفنگ توی دوربین بود نمیتونست خوب نشونه بگیره، بدانه چه لبش پاره شد و گوشش پاره شد، ولی اونم حرکات به صلاح جاخالی اینا متحرک شده، یعنی سجاش بای نساده ای تکون خود و بعد از تا زدنش، یعنی اون که در حال گیرنده بود بهش کشتنش. بعد که کشتنش مردم میگن بیچاره ناصر فخرایی رو کشتن، بدون محاکمه کشتن. بابا این داره میکشش ها، اگه نزنیمش که خب اون کارش از ده میده تموم میکنه که. بعد یک به سلام متمم قانون اساسی درست کردن. در این متمم قانون اساسی اختیارات شاه رو بسیار بردن بالا و بعد بازم شاه از اون اختیارات بالاش استفاده نمی کرد تا وقتی که در زمان مصدق از عملا از کار برکنار شد، یعنی بعد از 12 سال پادشاهی دموکراتی بر اساس آزادی خواهانه و دموکراسی نتیجه این 12 سال اینجور که از شاهی برکنار شد، یعنی بهش حکم دادن، حکم از این مصدق رو گرفت، مصدق قبول نکرد، شاه مجبور شد از ترس جانش بره روم، بره ایتالیا. بعد وقتی برگشت گفت تو کتاب ها همه هست، گفت من میخوام از این بعد اسرار خودم دست بگیرم، یعنی اسرار حکومت رو خودم دست بگیرم، یعنی میخوام از حالا خودم همه کاره باشم. و این خودش همه کاره بودن و همه دیگه. اول که وارد شد آقای سرنگ نصیری که فرمان رو برده بود به خونه آقا مصدق فلان، به دستور آقای زاهدی از سرنگی رسید به سرتیپی، به درجه ارتقا گرفته بود. تا شاه اومد چشش به این سرنگ افتاد، گفت آقای نخوشایی آقای زاهدی ارتقا شما چرا به این دادی، چرا سب نکنی من بیام؟ از همونجا اعتراض شروع کرد، گفت وزیرات نه سب نمیکنی من بیام وزیراتو، یعنی از وقتی که از روم اومد به قصد این اومد که از این به بعد خودش حکومت کنه، چون دید وقتی خودش حکومت نمی کنه نیرونش میکنه. خب وقتی یه نفر خودش حکومت میکنه پس اشتباه میکنه دیگه، اشتباه میفته شکمش. اهن آقای مصدق میگه آقا اگه من نخودسا بیرم اشتباه کنم منه برکنار میکنم، تو دخالت نکن، تو اگر اشتباه کنی نمیشه شاهو، نمیخوام برکنار کنم. خب به این شکل شد و این میرسونی که ما وقتی که آماده که دموکراسی نیستیم به زوری که نمیشه دموکراسی به حکمه کرد که. خب من میخواستم از این کتابه بخونم، یه زوری در چند دقیقه که بودیم یک صفحه نصفی از این من که کامل نمیخونم، جایشی که علامت گذاشتم. در اواخر مارس به محمد رضا شاه ابلاغ شد که حق خروج از ویلای خود را ندارد و از همه سو به وی اطلاع داده میشد که عنقریب توقیف اخراج به مقامات حکومت تهران تحویل داده خواهد شد. تصمیم گرفت که هرچی روتر پانامه را ترک کند. حال روانیش در حال مزاجش تأثیر گذاشت و بیماریش مجدداً شدت یافت. با دکتر کین مشورت شد که یک عمل جراحی فوری را تجویز کرد. از دکتر مورتون کلمن خواسته شد که به پاناما بیاید و واشنگتن به جای او پروفسور مایکل دوباکی را اعزام کرد که او جراح مشهور قلب و عروق بود. با این حال قبول کرد که عمل جراحی در یک بیمارستان امریکایی واقع در منطقه ترعه پاناما انجام گیرد. این بار دولت پاناما موافق نبود یک بیمارستان خصوصی موسوم به پانینیا واقع در مرکز پایتخت آن کشور را توصیه کرد یا در حقیقت تعیین کرد. توریخوس و نوریگا افزودند که عمل جراحی باید الزاماً به وسیله جراحان پانامایی صورت گیرد که به حیثیت آن کشور لطمه وارد نیاید و احتمالاً پروفسور دوباکی خواهد توانست به عنوان دستیار آنان به هنگام عمل حضور داشته باشد. سرانجام نظر شاه را از او خواستار شدند.
شاه همه این حرفا رو شنید و جواب داد روز بخیر آقایان، اتاق را ترک کرد. سپس با دکتر کین که به دنبالش بود گفت باید از اینجا رفت، حتی اگر مؤثر باشد در نیم ساعت آینده. در 19 مارس به هامیلتون جوردن دستور داده شد مجددا به پانما برود، به هر قیمت شده مانع خروج شاه از آن کشور شود. از ابتدا با پروفسور دوباکی ملاقات کرد و نظر کارتر را به او گفت. جنرال آمریکایی به وی پاسخ داد من جدا تردید دارم که شاه بگذارد او را در اینجا عمل کنم. جوردن اصرار ورزید. این بار پاسخ دوباکی روشن‌تر و بلکه خشن بود. ماندن یا نماندن شاه در پانامه مسئله شما و مسئله رئیس جمهوری است، مسئله من سلامت شاه است. ناگهان مسئله انجام عمل جراحی شاه کنار گذاشته شد. سی‌آی‌ای اطلاع داد که شاه و شعبانو همه تدارکات را برای ترک پانامه دیدند و آماده حرکت هستند. کاخ سفید از تریخوس خواست که مانع حرکت می شود اما خشونت به کار نبرد. کارتر از تظاهرات مخالفین خودش در امریکا دور داشت، چرا که رونالد ریگان دائما مسئله را در مبارزات انتخاباتی خود مطرح میکرد. انور سادات دعوت خود را از محمد رضا شاه تجدید کرد و حتی پیشنهاد نمود که هواپیمای شخصی خودش را برای او بفرستد. کارتر در جریان این پیشنهاد قرار گرفت، به سادات تلفن زد و گفت به هیچ وقت مصلحت نیست که شما بینید. خب آقای کارتر تو چه مرد بگه نیست از شاه ایران دعوت کرده که به قاهره برد؟ سادات جواب داد شما نگران مصر نباشید، به فکر گروگانهای خودتان باشید، من شاه را میخواهم و او را زنده میخواهم. تمام کوشش های کارتر برای تحویل شاه به حکومت تهران و مانع روبرو شده بود. حالا که اعلام میکردن که توقیف او قطعی است، حتی قفصی هم ساخته شده بود که وی را در آن قرار دهند و در شهر بگردانند و به نمایش بگذارند. متاسفانه بله، ببینید من میگم باید از آقای کارتر شکایت کرد به دادگاه بین المللی، چون که ایشون اولا که وقتی آقای خمینی در فرانسه بود براش 150 میلیون دلار پول فرستاد، بعد همه کمک ها رو بهش کرد، همه جور کمک کرد و بعدم شاه رو عملا به قصد این که سلامت رو به خطر بندازن عملای جراحی بسیار خطرناک انجام دادن، رفتار بسیار توهین‌آمیز کردن، بردن توی بیمارستانی که مخصوص روانی ها هست و همه زنجی و قفل و برای قفله و با سرعت میدویدن روی چرخ دستی از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا تو ماشینی که تو جاده‌های ناصاف کله شبانه شاه برمیخورد. این رفتارها با شاه رفتارهای بسیار بدی بود و قصد این که اونو بگیرن و تحویل ایران بدن، تحویل آقای خمینی بدن، اون باز یک عمل بسیار بدتری بود، چون که آقای کارتر کاری نبود، یعنی حق نداشت همچه تصمیماتی بگه. اگر یه دادگاه جهانی میگفت آقای شاه رو باید دستگیر کنیم، اینترپل دستور میگفت بگیم شاه رو دستگیر کنیم تحویل ایران بدیم، خب اون یه مسئله دیگه بود. ولی آقای کارتر خودش به خودش میگه آقای عمر خویی تو شما حق ندارید، سعی کنید که اینو نذارید بره. نمیدونم به انور سادات زنگ میزنه یا آقای انور سادات تو اینو خوب نیست که دعوتش کنی به مصر و این جور کارا و عمل جراحی که قرار بود در امریکا به یک تیمی که خود شاه انتخاب کرده به انجام بشه، وقتی اون تیمی که شاه انتخاب کرده انجام بشه میرسه، میبینه یک گروه دیگه دارن عمل جراحی میکنن. قرار
عباسی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی یعنی امام رضا و البته مالک امپراتوری ثروت خانواده طبسی برای بار پنجم با هواپیمای اختصاصی خود کلمات خوب نمیگم هواپیمای اختصاصی خود برای بار پنجم با هواپیمای اختصاصی خود همراه با پرستاران و محافظان و کل اعضای خانواده خود جهت مداوای بیماری سرطان راهی کشور آلمان گرید. یک سوال اساسی وجود ذهن منو مشغول کرده است. سالانه صدها هزار نفر انسان دردمند دردمند از سراسر ایران برای شفای بیماران خود راهی مشهد می شوند و میلیارد پول و طلا در ذریع حرم امام رضا که این حاجت که حرم امام رضا که این حاجی یعنی همون طبسی آقا کلیددارش هست میروزد به امید شفای عاجل بیماران شد. سوال احتمالاً پاسخ این جانب که خدای نکده جناب برعز طبسی نسبت به شفای بخشی امام رضا بی‌اعتماد هستن یا اینکه شاید هم برد تخصصی امام رضا کلن علاج سرطان نیست یا اینکه امام رضا کلن از پارسی بازی خوشش نمیاد به برعز طبسی گفته اینجا پیش من برای شفا نیاد مردم فکر بد میکنن برو پیش انگلا مرکل در آلمان هر چقدر هم لازمداری از پولای تو زری بردار برو صرافی و بانک مرکزی صدها هزار یورو بخر ببر آلمان بهش بده اون خودش ترتیب شفای عاجل تو رو میده. خب واقعا سواله خود واعظ طبسی از پول مردمی که اعتقاد دارن امام رضا شفاشون میده و میان میزنن تو از این پول ور میداره. من اینجا چقدر میتونه بیمار باشه؟ آخه امام رضا که مرده اینجا خاک شده اون خاکم شده که دیگه همه اونان که اونجا هستن میدونن که دریچه نداره که شبایی به بیرون حال به فرض بیه بیرون زندگیش بیه بیرون پوله رو برداره چکار کنه دوباره برای تو قبرش چال کنه. پس اون پوله رو میان اون خود اون اینه که بشون میان خدام خادم این کلمه است یعنی که خدمت کننده ولی به اون افرادی که توی حرم اونجا خدمت میکنن میگن خدام برای رو بیه غلطی بیه برای اونا میان جمع میکنن جای میشینن میشمونن همه رو تعبیل آقای واعظ طبسی میگن. حالا اون پولایی که میزن اون تو میلیارد تا میلیارد آب و خاک و باق و خونه و بازارچه و نمیدونم دکون و اینا نخب آقای امروزاست یعنی یارو مثلا مرده گفته مثلا این خونه ای که دارم این خونه نخب امروزاست یعنی اجارش میدید اجارش بدید امام رضا یا فروختی پول چه بدید به امام رضا امام رضا که اونجا نشسته بیاد بگیره که یعنی ببین به اون تولیتش یعنی به اون گردن کلوستی که اونجا میگه من اینجا رو داره میکنم و این گردن کلوستی که اونجا رو داره میکنه به همه مردم میگه بیاید اینجا پول بدید تا شفا پیدا کنید خودش پایش با حمامهای اختصاصی خودش پایش میره آلمان یعنی ممکن نه این نفر هوای پیمای اختصاصی مثلا دو نفر رو پانی چون سنه رو گشتی میزنی این هواپیمای داره تو هواپیمای میشه از مشهد سوا شد از آلمان پیاده شد مثل هواپیمای مسافر برای لوفتانزا میمونه پانیشو میره اون پیمای هم که مردم با بعد بخ ایختن تو اینا رو برمیزه یورو میکنه میره اونجا و خز مجابه خودش میکنه. خب چرا اون مردمی که اون تو پول میزن چرا عقلشون به اینجا میرسه؟ آخه تا کی ما باید مردم نادانی باشیم؟ جو
رفتیم پیش مشاور باش مشورت، رفتم پیش مشاور باش مشورت کنم که چطوری همسرم رو خوشحال کنم. تو باید عشق تو بهش نشون بدی. منم با عشقم قرار گذاشتم بردم به خانمم نشونش دادم، نفهمیدم چی شد، تازه از کمه اومدم بیرون. منطقی بی سواد اسمشو گذاشته مشابه. میگن مکسیکیه یه دونه باغ وحش درست میکنه، بلیتش میذاره 20 دلار، هیچکی نمیره. میکنه 10 دلار، هیچکی نمیره. میکنه 5 دلار، هیچکی نمیره. میگه مجانی، همه میرن تو، همه میرن تو. وقتی میرن تو این در خروجی باغ وحش میبنده و در قفس شیرا و پلنگا رو وا میکنه. میگه بلیت خروجی 50 دلار، هر کی میخواد بیه پولشو بده بزرگ بره. ژاپنیه به یه ایرانی رو میبره کنسرت، کنسرت خودش میکنه، کنسرت ژاپنیه. خواننده شروع میکنه به خوندن چی میگه، من جن جن جن. ایرانی از ژاپنی میگه این چی میگه. ژاپنی میگه یعنی زندگی زیباست، او را دوست دارم و به هم خواهم رسید، آسمان زیباست. ایرانی میگه این همه حرف رو تو دو کلمه گفت. بعد ایرانی ژاپنی رو برد کنسرت جنشجویان. خواننده شروع به خوندن کرد، آی 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 آی. ژاپنی گفت این چی میگه. ایرانی میگه هنوز چیز نگفته. خب اینا از به پایان رسید. از جناب امید امیدوار، از جناب ناصر توکلی، از جناب پارسا شعبی سپاسگزارم و از همه شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که این برنامه توجه کردید. امیدوارم زنگ بزنید که آقای شعبی فکر نکنن دلیل خاصی برای زنگ نزدن وجود داره. سپاسگزارم. تا برنامه بعدی شاد و پیروز باشید.